دوباره در برنامه امروز کسایی که تازه با ما پیوستن بیننده عزیز راجع به رویا و خواب دیدن صحبت میکنیم. خب پیش از وقفه گپ ازی بود که برخی از نظریه های عمده، تئوری های عمده در قسمت رویا کدام هستن. طبیعتا به باورهای رایج راجع به رویا صحبت کردیم که برخی افراد ایره پنجره به گذشته میبینن یا ایره راه به آینده میبینن. در موارد حتی برخی از دانشمندا، برخی از نویسنده ها در جریان خواب به آنچه که سرش فکر کرده بودن یا به کشفیاتی که رویش کار کرده بودن در حقیقت به اونا رسیدن. و از موارد مشهور دانشمندی است به نام مندلیف که جدول عناصر کیمیاوی را تقسیم بندی و ارائه کرده که ایره بر اساس برخی گزارش ها در جریان خواب تانست که تصویر شفافی از آنچه که قرار است بسازه را به دست آورد و بر اساس از او جدول درست کرد. یکی از افراد بسیار تاثیرگذار و با نفوذ در حوزه رویا زیگموند فروید است. شاید او را بشناسین. فروید یکی از دکترای مشهور اعصاب بود که بیشتر پس از مطالعات زیادتر در قسمت روانشناسی تحلیلی یا سایکو انالیسیس، یعنی مکتب در حقیقت بنیانگذاری کرد و تئوری های مشهوری در این زمینه ارائه داد. فروید در قسمت رویا هم بسیار علاقمند بود و سرش کار میکرد و بیشتر آنچه که او در تئوری خود راجع به رویا مطرح کرده ای است که ما در رویا احساسات سرکوب شده خوده به انواع مختلف دیگه به اقسام و روش و تصاویر و با نمادها یا سمبول های متفاوت دیگه میبینیم. به عبارت ساده تر، اگر ما یک حسی چون خشم داریم یا حسی چون حسادت داریم یا حتی احساس فشار و استرس میکنیم و ایراد سرکوب میکنیم، نمیخوایم که متبارش شود، مثلا خشم خود نشان نمیدیم و خشم خود سرکوب میکنیم، این میتونه در خواب ما دوباره نمایان شود به اقسام مختلف. یعنی لازم نیست که حتما به شکل بسیار واضح و مستقیم باشه، بلکه به انواع غیر مستقیم از طریق سمبول های متفاوت. مثلا اگر در یک فرهنگی جای یا ایوان نمادی است یا نمونه از نشانه از خشم باشه، ممکن است شخص در خواب خود او را ببیند یا ممکن است در خواب خود به شکل حتی مستقیم بر فردی که خشم گرفته بوده خشم خود ابراز کنه. از سوی دیگه مورد دیگه هم که اشاره میکرد این بود که ما در خواب از مکانیزم دفاعی به نام جابجایی یا دیسپلیسمنت استفاده میکنیم. دیسپلیسمنت چی هست؟ دیسپلیسمنت مکانیزمی است که در او ما با ابراز کردن احساس خود به فردی که از ما کمزورتر است خود آرام میسازیم. به این معنا که اگر ما سر رئیس خود خشم گرفته باشیم ولی زور ما نرسه که خشم خود بر علیه از او ابراز کنیم، ممکن است خشم خود بر علیه یک کارمندی که زیر دست ماست ابراز کنیم. یا سر اشیا، مثلا برخی افراد وقتی که خشمگین میشن پیاله را میشکنانن، از پشقاب میشکنانن یا تلفن خود ممکن است به یک طرف پرتاب کنند. این نمونه بسیار ساده و واضح دیسپلیسمنت است و بر اساس آنچه فروید می گفت این هم در خواب اتفاق می افتد. اما بعد از او یکی از همکارایش که باز در نهایت از او جدا شد و در اول شاگردش بود، باز همکارش شد و در نهایت از او جدا شد و روانشناس مشهور دیگه هست به نام کارل یانگ که او هم دکتر بود، سایکاتریست بود و در کنارش بیشتر در زمان سایکاتریست ها روانشناسی زیاد کار میکردن. این نظریه فروید در مجموع تایید نکرد، یک مقدار زیادش رد کرد و بیشتر و مسائل بیشتر افزود در حقیقت. و او میگفت که آنچه فروید میگه به این معناست که ما چیزی که در آگاهی ماست، در بیداری ماست، یعنی چیزی که در روز تجربه میکنیم، در جریان خواب ایره به بخش ناخودآگاه یا انکانشیس خود میتیم. در حالی که یانگ میگفت این برعکس است، این ناخودآگاه ماست یا انکانشیسنس ماست
که بسیاری معلومات داره، اطلاعات داره که ما از اونا خبر نداریم، که در جریان خواب این کم کم میایه به آگاهی ما. اون وقتی که بیدار میشیم یک سلسله چیزا رو میفهمیم. به طور مثال ما ممکن است از گذشته ها میراث برده باشیم چیزایی را، از طریق زیستی یا بیولوژیکال به ارث برده باشیم، از طریق اجتماعی بس مسائل را به ارث برده باشیم و یاد گرفته باشیم، ولی از یاد گرفتن زیاد خبر نداشته باشیم. وقتی که انسان در یک محیط کلان میشه، مثلا زبان یاد میگیره بدون از اینکه متوجه باشه، عمو دینی را میپذیره در اون منطقه که بدون از اینکه خودش خواسته باشه، یعنی ارادش باشه، چیزیست جز فرهنگ میایه و یاد میگیره. و همچنین باورهای مختلف دیگه، سنت ها و روش ها و ارزش ها و چیزهای دیگه که یا کلش در اجتماع رایج است و شخص اینا را جذب میکنه، یک مقدار زیادش را طوری جذب میکنه که خودش هم متوجه نیست. حالا در جریان خواب ممکن است یک سلسله از این باورها، یک سلسله از این احساسات به شکل سمبولیک، یعنی شکل نمادین، و یا به شکل مستقیم در خوابش پیدا شود، و به این معنا که از اون پنجره که بسیار وسیع، پنجره بسیار وسیع از اطلاعات روی که خودش از اون آگاهی نداره رویش واز میشه و از اینا ای تا حدود بهره‌مند میشه. خب به هر حال آنچه که امروز البته سرش کار میشه است که خود اون زمان، در زمان فروید و در زمان یانگ، از لحاظ تکنولوژی بسیاری از امکانات فراهم نبود و این افراد مجبور بودند بر اساس تجربه های کلینیکی خود به این نظریات برسن و اینا را بست و گسترش بدن. حالا تا که شما در قسمت اول دیدین، امروز تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده و مشخصا حالا میبینن که خواب چند مرحله داره، میبینن که شخص در کدام مرحله بیشتر خواب میبینه، میبینن که کدام مشکلات در کدام مرحله میتونه پیدا شود و چطور این را تداوی کنن. از این جهت ما با معلومات بیشتری در این زمینه مواجه هستیم و از این معلومات خوشبختانه میتونیم استفاده زیادی ببریم. اما چیزی که جالب است در قسمت ای که وقتی که آدم خواب میبینه یا رویا، ایره چطور گزارش میده، چطور ایره قصه میکنه به دیگران، چقدر ازی به یادش میمونه، چقدرش به یادش نمیمونه. یک مورد بسیار جالبی است که اگر نفر در مرحله رم که اشاره کردم، مرحله است که ما خواب میبینیم، در آخر این مرحله او را بیدار کنن و نگذارن دوباره به مرحله نن رم بره، بیشترین اطلاعات از خواب خود داره، یعنی یادش میمونه که چی در خواب دیده. اما این حتی میتونه 100% هم نباشه، یک مقدار زیادش را بیاد بیاره، یک مقدارش هم بیاد نره. به هر مقداری که ما از این مرحله دور شیم، یعنی شخص صبح که از خواب بیدار میشه 2-3 ساعت از خواب دیدنش دیر شده باشه، ممکن است که کل معلومات به یادش نمانه و هر روزانه هر مقدار که زمان تیر شوه و امو روایتی که از خواب خود داره متفاوت شه، یعنی مقدار اطلاعاتش کم میشه و به شکل متفاوتی در میآیه و او را به دیگران میگه. اگه خواب روز اول بهتر تشریح کنه، ممکن است در روزهای بعدی تغییرات در او دیده شه. از لحاظ ای که چقدر افراد میتونن راجع به خواب خود قصه کنه هم فرق میکنه، ممکن است مجموعه آنچه که برای ما بگویند 300 کلمه هم نشه، در مواردی ولی بیشتر از 1000 کلمه هم میتونه شود. اما چیزای در مجموع جذاب و مهم در رویا دیدن و در خواب دیدن ای است که بر اساس آنچه که ما یافته های تحقیقی، آنچه به دست آوردیم و بر اساس تئوری هایی که تا حالا ارائه شده، که رویا و خواب دیدن بخش مهمی از خود خواب و مرحله استراحت بدن است و این میتونه که برای ما یک سلسله معلومات بده. حالا گاهی وقتا لازم نیست که همیشه خواب ما برای ما معلومات بده، برخی موارد بسیار یک چیز عادی است و اصلا اون معلومات مفید ممکن است نباشه، در برخی موارد چرا، و ما میتونیم اگر او را با دقت و موش کافی نگاه کنیم چیزهایی در مورد خود شخص بیان کنه برای ما. به طور نمونه اگر شخص استرس زیاد داشته باشه، ممکن است در خواب خود هم در مرحله رم رویاهایی که میبینه
رویاهای شاد نباشند، رویاهای آرامش بخش نباشند، بلکه برعکس باشند و ایره بیشتر متأثر بسازند، بیشتر مضطرب و مضطرب بسازند و نگرانش کنند. به این خاطر اگر وضعیت زندگی شخص ببینیم و با دقت گذشتهش بررسی کنیم، ممکن است که بتانیم بر اساس خوابهایی که میبینه و یک سلسله برداشتها و تفسیرهای نسبتا دقیق برسیم. دوسری مورد جالب در قسمت خود رویایی است که بیشتر خوابهای ما خودمدار هستند. و چی معنا؟ به این معنا که در اکثریت خوابهایی که ما میبینیم خود ما هم نقش داریم، خود ما هم حضور داریم. مثلا میبینیم که ما جای رفتیم یا به یک منطقی حضور داریم، در یک محفل ممکن است حضور داشته باشیم، در یک جلسه باشیم یا در یک، یعنی در حقیقت معمولا شخص خودش وقتی که خواب میبینه نقش فعال در خواب خود هم داره. بیشتر خوابها رنگی هستند، یعنی برخی موارد شاید شخص از او که پرسار کنیم متوجه نباشه، اما وقت با دقت بیشتر میتونه بگوید که خوابهایش و به صورت دقیق برای ما بگوید که چی نوع رنگ هایی در خواب به یادش مانده و این رنگ ها چگونه استفاده شده بوده. دوی بر سه افراد که در خواب ما میآیند بر اساس تحقیقات نشان داده شده کسایی هستند که اونا رو میشناسیم. یعنی از 100 نفر که ممکن است در خواب ببینیم، حدود 70 نفرشان رو میشناسیم. 70% از 100% ما میشناسیم. و 1/5 از اینا معمولا اعضای خانواده شخص هستند. یعنی در 5 مورد 1 مورد حتما افراد خانواده در خوابش حضور دارند. دیگه مورد دیگه بیشتر مسئله احساسات در خواب است که ما در موارد زیاد جنبه های احساسی رویا متبارز است، از جمله ترس، نگرانی، خشم، بی‌حوصلگی. اینا موارد است که در خواب زیاد تکرار میشن و همچنان خوشحالی و احساس مسرت. حالا با این معلومات که خدمتان ارائه شد، به قسمت دوم ویدیو یا در حقیقت بخشی از یک مستند در رابطه به رویا است میریم و در این در رابطه به مشخصات بیشتر رم و مسائل مرتبط به رویا دیدن صحبت شده. با هم میبینیم.